نادیا اومده ایران؟ چی؟ راست بگو، نادیا رو بردین ایران؟ تو عجب لوده است. نادیا کده کی بیه ایران؟ کده کدام مداره؟ باز غیرت مجازا نمیتی یک زن تنها بلند شد و بیه ایران؟ من نمیتونم، حتما آمده که مردم با خبر شده. به خدا قسم میخورم نامده. اگر نامده پلیس چطور از پشتش میگرده؟ پلیس؟ ها شما همیشه گیر و گرفتاره. من دیوانه هستم که با شما رفت آمد میکنم. نادیا ایران آمده نمیتونه، بدون اجازه مطالب سرکم رفته نمیتونه. شاید از پشت عارف آمده. چی گپای مفت میزنی؟ فقط ناموس خودت باشه، گپای الهی لزده میری. اخلاص، قرار شد من کمک کنم تو قاچاقی بوری. ای درد سر بر من جور نکن. من میفهمم، من دنبال درد سر نمیدیم. خدا شاید هزار چیز خود من فراموش کرده اینجا آمدیم. چه مفهوم؟ درد سر از پشت ما میفته. میفهمی مدت ما رو کمک کردی، بیادری کردی دخل ما، اما دست خودم ماشه. حالا اگه من یک روز بشینم اینجا، میفهم زن بچه تام اینجا عذیت هسته که عذیت چیه بیرار جان؟ که پس من ایسه دختر بیاخت نه یا اینجا مادر گیری گرفتی بدبختی بیندازه؟ من هم دست خودش هست. چرا جواب تلفن تو نمیدم؟ چند وقت هرچی زنگ میزنم جواب تلفن من نمیده. کده من لج کده ای؟ اگر نگفتی فکری عارف از سرش افتاده. او آمده نمیتونه اینجا. اینجا بیای من دست پایش از سر جای مشکنانم. میدانم فکر خیال عارف هنوز در سر ازی هست. من ایران هستم و کار شما و طایفتون. مقصد ضررتون در من نرسه. اخلاص، من زنم مریض هسته، تو خودتو میدونی چه گرفتاری دارو. همه که میمانم هستی بسه. خستم کردی به خودم. تو خونه میخوام با اتون حرف بزنم، میگی هیچی نگو مادرت ناراحت میشه. اینجا اومدم با اتون حرف بزنم، باز میگی حرف نزنم، مردم میشتم از زشته. من کجا شما رو دو دقیقه گیر بیارم با اتون حرف بزنم؟ هست های جایی هر نقطه بکنی تو خود خجالت هم میکشی همه دوست و دشمن گپ خانه ما رو بزنم؟ نه، چرا باید خجالت بکشم؟ میگه حرف بدی دارم میزنم. شما مثل که باورت نمیشه میگم پاسم جور شده دارم میرم. یعنی گوش کن تو باورت بشه. حمید سلام داداش، چطوری؟ خوبی؟ حمید یه پاس برات جور شده. یارو قیافش با تو مو نمیزنه، فقط چشماش سبزه که اونم با یه لنز حله. سنش هم بهت میخوره. تا ترکیه زمینی میفرستم و یه جوری که آب تو دلت تکون نخوره. از اونجا هم راحت میشینی تو هواپیما یه راست میری آلمان. داداش فقط آلمان رسی یاد نره بری بازی با ایمونی خوبی نیو. فقط زیاد نمیتونم دستم نگهش دارم. ما رو کدام رفرسته این پاسپورت که مگه؟ من چه میدونم مال کیه؟ اینا میرن یه پاسپورتی میخرم، من باش میرم اون ور، بعد چند ماه یارو میره الان مفقوده، اون کار پاسشو میگیره. تو زی نباشه ای بابا، حالا گیر دادی به این پاس؟ من الان دارم میگم دردم یه چیز دیگه است، بدبختیم یه چیز دیگه است. به خدا اگه پول جور نکنی یا یه بلایی سر خودم میارم یا سر این کارگاه. شرم کن، سیندوسالت کم نیسته؟ مردم در سیندوسالت تو زن بچه رو میدن. ما هر شب از خاطر تو جگرخونی داریم. بچه کوچک هستی، وضعیت زندگی رو نمیبینی، ناخوشی مادرت رو نمیبینی. من تو رو در حال خود Thank you.
جوانا رو هدایت کنه. این هومن کاریگرا رو از طبقه دوم کشیده سر گچکاری طبقه آخر برده. حالی دیشب باران زده تمام گچ سخت زرد شده. تو کجا بودی که اون کارگرا رو برده؟ چی بگو؟ بهش همه کارگرا رو در رو به من در اومده که من اینجا دستور میدم. بریم. بریم. چه اینجا چی میکنی؟ ما قبلا خونم اونجا بود دیگه، یه مدت اونجا میشستم. آفرین. بیا برو این طبقه آخر نگاه کن ببین چه رقم است. استاد شما بیا برو. چی شده علی جان؟ باز تو دوباره از دنده چپ بیدار شدی؟ بگم در کار کارگر دخالت نکنی، در کار استاد دخالت نکنی، گوش نمیکنی، بیا ما به رقابت. حالا الان چی شده؟ چرا شلوغش میکنی علی جان؟ آقا عمر کار بلد نیستی، از ساخت و ساز سر در نمیاری، دخالت نکن. چه ربطی داره آخه؟ مگه الان عهد بوقه من بیام برم 100 سال وایسم کار یاد بگیرم؟ یه دقیقه تو اینترنت میزنی هر چیز میاره بالا دیگه. همین دیگه، سرکار ما افتاده در بچه بازی. علی جون بچه بچه نکن برای من، بچه جاش تو قنداقه منتظر قنداقه. قنداقه حواست به حرف زدنت باشه. تو چی میگی اصلا این وسط؟ تو باشی دخالتون کی گفت تو حرف بزنی اینجا؟ عزیزم ما به شما چه شریکی پولم گذاشتم. شریکی که شریکی. علی جان هر چی من هیچی نمیگم تو پسرت ول نمیکنید همینجوری میگید. خب بیا برو بالا نگاه کن، سقف عایق نشده رو چرا گفتی آدگچ کن؟ آقا من گفتم، من اونو قولشو به مشتری دادم زود تحویل بدم، باید زود آمادش تحویلش بدم. آقا سقف عایق نشده رو کی گچ میکنه؟ من گچ میکنم. خب بیا برو نگاه کن، باران زده همه رو زنگ. خیلی خوب، حالا مگه چی شده؟ زنگ بزن یه گچکار بیاد یه دست گچ بکشه روش شرش کنده بشه بره پیکارش. بله آقا این رقم نمیشه. سنونیه رو سر بچه یتیم یاد بگیری؟ هر کاری یک قانونی داره، ساختمان سازی یک ترتیبی داره. این رقم باشه خب باید یک چیزی هم عجیبه ما بدیم. علی جان اینقدر بالا نگیر، میشینیم با هم حرف میزنیم حلش میکنیم عزیز من. راست میگه بابا جان، شما خودتو ناراحت نکن، خودشو خسارت زدن، خودشونا باید پرداخت کنن. این بخشی از هزینه های کاره، بلبل زبونی نکن پسر جون. بله هزینه های کاره، ولی هزینه ندانم کاری شماست. همش سر تو لازم نکرده به من سود و ضرر رو یاد بدی. یه عمر دارم تو همین بازار کار میکنم. بله دیگه دارین تو بازار کار میکنید، کار ساختمون که نبودین. بابای من عمرشو تو ساختمون گذاشته. شما اصلا تو کی؟ تو کی هستی؟ اصلا برای چی وسط حرف زدن من علی جان خودتو قاطی میکنی؟ اینجا ملک شخصی منه، حق نداری سرتو بندازی از این در بیای. تو شخصی شماست؟ ببخشید تا قبل از اینکه اموال امورایمو بالا بکشین اینجا ملک ما و امورایم بود، اصلا شمای وجود نداره. بابا تو میورو بیرون اصلا دکتر دخالت کنی دهنتو با میکنی. یه بار دیگه هم بالا اینجوری نگاه کنی میزنم چپت میکنم. فرو پسر تو میای اینجا تو همه چی دخالت میکنم حرفی دارم؟ من اینجا میاد چون مسئول خرید اینجاست، عین دختر تو که مسئول حسابداری اینجاست. من حرفی زدم چیزی گفتم سمتش معلومه، مثل این نیست که را به را بیاد هرچی از دهنش در میاد بپرونه. من اینجا سرمایه گذاری کردم، بیا دست خط امورایی. سرمایه نکن واسه من، چقدر سرمایه گذاشتی؟ بگو چکشو بزن، را تو بکشی بری تو چک بکشی؟ بله. تو پول گوشی بیتا از امورایی میگه. پس برو گفش از امورایی میگه. گفش برو علی جان این پسرتو جمعش کن از اینجا بره بیرون. تا زمانی هم که جواب انحصار وراثت نیاد از پول یک قرون خبری نیست. تازه بعدش من باید ببینم چی به چی هست. نمیشه که اینجوری را به را میافتید اینقدر من سهم دارم، اینقدر من سهم دارم. یه تیکه کاغذ پر گرفتید دستتون را افتادی میگی سهم من، دهم من، دیگه این پسر تو اینجا نبینم. شد دیدی بابا جان؟ هی میگفتی اینا هرون خور نیستن، هرون خور نیستن. حالا تحویل بگیر. حالا که اینطور شد من تا پولمو نگیرم از اینجا شوم نمیخورم. ببینم چی میخواد من از اینجا بزنم. تو گوشه بیرون ببینم بچه پارو بره من پارو با در میاره پارو بس را برو خانم پول کم در وقتش به وقت بوده اینجا. Thank you.
شد؟ همش اشغال. هر شب به یه بهانه‌ای زود میگیره میخوابه، یا خودشو مشغول یه کاری میکنه مواد مجبور بشه دو کلام با من حرف بزنه. حتما درگیر کنکور دکتراشه. نه، من دختر خودمو میشناسم، مثل اون سالاشو داخلش دوست نداره کسی جای مادرشو بگیره. من باش حرف زدم، الان یه کمی نرمتر شده. ببین پرویز جان، اون موقع که تو برای معصومه پا پیش گذاشتی، خدا رحمت کنه مادر و پدرمون هر دو تو مخالف بودن، وقت تو خودت عقب کشیدی. آره خودم پا پس کشیدم دیگه. فکر میکنم باید این دفعه جدی به این ماجرا فکر کنی، باید خودت با نگار حرف بزنی. درستم ماجرا ازدواج ما زندگیشو به هم بریزه، فکرشو مشغول کنه، کنکورشو خراب کنه. تا وقتی اینجوری فکر میکنی حتما یه بهونه هست. ببین حافظ و نگار میرن سر خونه زندگیشون. حافظ چیکار میکنه؟ شرمنده است. منم پیش تو روسیا کرده. من خواهرم یه حرفا چی میزنه؟ حالا خودش باهات قرار میذاره، ما هم میایم، من و الهام قرار عقد عروسی رو میذاریم، اونم از دل در میاره. اصلا فایده ای نداره، از حد گذرونده. بذار چی خوبی بود، میتونست موفق بشه. خیلی دقیق تو کارش، اگر به من اعتماد میکرد زندگیش از این رو به اون رو میشد. حالا هم دیر نشده، یه خبطی کرده، جبران میکنه. راستش دیگه من نمیتونم بهش اعتماد کنم. خانم معتمد. بله. من با خانم علایی صحبت کردم، یک ماهو میتونم بیان جاتون. لازم نیست، خودم میام. خانم کنکور دکتراست، این یک ماه باید خیلی انرژی بذارینا. گفتم خودم میام، لازم نیست. نه داشتم. علام سلام. نگار جان، آدرس مزون رو برات فرستادم، ما تا 20 دقیقه دیگه میرسیم. بگو میخوای بیام دنباله؟ نه امه جان، باشه خودم میام. خدافز. بعد مرگ عارف تو خیلی قوی بودی، مثلا یه جوری هممون رو جمع جور کردی که من خیالم راحت شده بود. چته تو الان بعد یه ماه چی شده؟ احساس میکنم تو این مدت به یه آدم اشتباهی دل بسته بودم. کیاره؟ چرا؟ چرا اشتباهی؟ چی شده؟ انگار اصلا نشناخته بودمش. یه رازایی تو زندگی عارف بوده که من به کل ازشون خبر نداشتم. انگار یه داستانی این وسط بوده. نه مطمئنی؟ چی بهت گفته؟ پناهی، همون افسر آگاهی. الان هم دارن دنبالش میگردن. یعنی نادی عارف رو کشته؟ نمیدونم، ولی یه ربطی به مرگ عارف داره. و اگه نادی عارف رو کشته باشه که خوبه، که دیگه اصلا عشق و عاشقی وسط نبوده. از کجا معلوم؟ قصه نباف عزیز من، چی میگی برای خودت؟ قصه کجا بود؟ رفتم کارگاه از سرکارگر اونجا پرسیدم، اونم نادیه رو میشناخت. خب اون چی گفت؟ اون که سعی کرد هیچی بروز نده، ولی از حرفاش قشنگ معلوم بود که تو گذشته یه چیزی بین این دوتا بوده. حالا میخوای بشینی با این حرفا خودتو داغون کنی؟ لیلا، گذشته عارف برای من مهم نیست، من باید بفهمم با کی میخواستم ازدواج کنم. خب باشه، اگه نمیخوای بل کنه قضیه بشی، لااقل با یکی در میون بذار، با یکی حرف بزن. با کی مثلا؟ آقای علوی. خب اون دوست صمیمیش بوده، هم خونش بوده، شاید اونم یه چیزایی بدونه دیگه. نه نمیدونم، ولی نمیخوام بقیه همکارا از این قضیه چیزی بفهمن. اگه مجبور نبودم از همون سرکارگرم نمیپرسیدم. من تو رو میشناسم عزیز من، تو تا تحتوی قضیه رو در نیاری ولکن ماجرا هم نیست. بنده خودم الان دستش از دنیا کوتاهه، الکی بهش تهمت نزن، بهش شکم نکن. پاشو بریم داخل یه چایی بخوریم. پاشو تو برو، من میام. زود بیا. پاشو.
خیلی خوش اومدین پروین جون، خوش اومدین. چک بفهمین چایتون رو میل کنیم، چیز قابل داری هم نیست. چه مزان شیک و بزرگی، فکر میکردم. البته درد سرش هم بیشتره دیگه، الان دیگه بزرگی مزون حسنش نیست. منم دیگه خسته شدم، انرژی سابقو ندارم. نگو این چه حرفیه معصومه جان، ماشالله سر حال و قبراق بزنم به تخته. قربونتون، ممنون. ولی واقعا میگم دیگه الان هممون دنبال آرامشی. بله درست. نگار جون نمیان؟ نکنه آدرس رو یه وقت پیدا نکرده باشم. نه آدرس اینجا که سرراسته، فکر کنم توی ترافیک گیر کرده. آره اجازه بدیم من یه زنگ بهش بزنم. جواب نمیده، فکر کنم صدای زنگ رو نمیشنفه. میرسه. بفهمیم چایتون یخ کرد پروین. خانم ببخشید میشه جورنال جدید رو به من بدید؟ مشتری میخواد ببینه. آره عزیزم بیا. وای سرم چه گیجی رفت. سلام کیچو. خانم میخواین درمانگاه بیمارستانی جایی بریم؟ نه نه خوب میشم. این چند و این باره توی این هفته اینجوری میشه. چیزی نیست چیزی نیست. یه ذره آفو خورد نکنه پرمونجور. پس با اجازه. چند وقت اینجوری میشی؟ یه چند دفعه هست که این حال میشم. ببخشید حتما باید یه چکاپ بدیم. بله. ممکنه فشار خون بالا باشه یا قند خون بالا. امکان داره هوش میانی هم باشه. یه قراری بذاریم بیاری مطب من یه بررسی بشه. ممنون. شما اون دفعه اومده بود مطب چرا نگفتیم اینجوریست؟ برای دیگران پیش قدم میشین، یه خودتون به خودتون برسین. راستش دوست ندارم وقتی مریض میشم خودم بندازم تو خونه، با کار و اینا خوب میشم. خب اگه دوست نداریم من ببینم شما رو، من میتونم شما رو معرفی کنم به یکی از همکارانم، اون ویزیت کنه. این چه حرفیه؟ نه میام به خودتون زحمت میدم. ببخشید پروین جون. خواهش میکنم پس با اجازت ما بریم. خب نگارم که نه حالا باشین، ما میتونیم با ماشین شما رو برسونیم. حالا یه بار دیگه مزاحم میشی. دستتون درد نکنه، من خودم وسیله آوردم. ببخشید اینطوری شد. نه این چه حرفی، حالا وقت زیاده. نه معصوم جان شما بشینید با اجازت، ایشالا بهتر میشی. خداحافظ. ببخشید. تا شب یه خبری به من بدین، نگرانم. چشم، نگران نباشین، چیزی نیست، خوب میشم. تا دیر وقتم بیدارم میتونی زنگ بزنی. حتما. خدافظ. دستتون درد نکنه. تشکر. شما به سلامتی اسباب کشی کردین؟ بله دیگه رفتیم. وسایل عارف هم این وسط براتون بار اضافی شد. نه بابا این چه حرفیه، بالاخره ما یک مدتی همخونه بودیم. راستش خودم دلم نمیاد نگهشون ندارم، یعنی گذاشتم تو انباری. این روزای آخر کسی نیومده بود پیشش؟ مثلا مهمونی چیزی؟ به من که چیزی نگفته بود. میدونین این روزا خیلی کم حرف شده بود، ذهنش خیلی درگیر بود. چی شده خانم جعفری؟ پلیس چیزی گفته؟ تو این چند سال چیزی از گذشتش به شما نگفته بود؟ چرا یه موقعی یاد گذشته میکرد؟ من میگم شاید چیزی از گذشته اذیتش میکرده، یا مثلا یه آدم قدیمی اومده بوده سراغش. نه تا جایی که یادمه با کسی از گذشته ارتباطی نداشت. چی میگفت از قدیما؟ بچگی میگفت، از سختی هایی که کشیده بود میگفت، از اینا میگفت. تو حالا شده بود از کس خاصی اسم ببره؟ مثلا کی؟
شما چای میخورین؟ نه ممنون. مردا خیلی اهل درد دل کردن نیستن. این اواخر یک مشکلی داشت که از همه پنهان میکرد. شده بود از یک کسی به اسم نادیه حرف بزنه؟ نادیه؟ آره، ولی خب چیزی به من نگفته بود. من فقط این اسم رو جای دیده بودم. دیدین؟ بله، عارف یک دیوان حافظ داشت که سوخته بود. گاهی اوقات اون شعر رو با هم میخوندیم. خب همین اسم نادیه رو اونجا دیده بودم. یعنی چی؟ همین. خب بگین دیگه. خب یادم نیست چی نوشته بود، فقط یادم اسم نادیه رو اونجا دیده بودم. این کتاب الان کجاست؟ باید تو وسیله های عارف باشه. میشه برای من بیارینش؟ حتما میگردم پیدایش میکنم براتون میارم. ممکنه ماها یک چیزایی از گذشته نگه داریم، ولی این دلیل نمیشه که اون موضوع همیشه تازه باشد. میدونی چی میخوام بگم؟ گذشته بیشتر یک خاطره هسته. من میفهمم شما چی میگین، ولی لطفاً اون کتاب واسه من بیارین. حتما فردا پس فردا میگردم پیداش میکنم براتون میارم. باید یک سر و سامانی به انباری بدم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. به سلامت. خدا نگهدارتون باشه. بفهمید خانم پرونده ایشون هستش. مریض نداریم دیگه؟ سه‌شنبه کلا مریض کم داریم. اه چرا؟ نمیدونم، یکی از معادلات حل نشده زندگی من. جالبه که براتون بگم امروز سه‌شنبه نیست. واقعا؟ بله، چون دیروز دوشنبه نبوده قطعا امروز سه‌شنبه نیست دیگه. خب پس امروزم به این معادله اضافه شد. سلام. خسته نباشید. آقای جهان بخش هستن امروز؟ بله هستن، قرارم هست بمونن. تشریف داشته باشین. ببخشید من عذر میخوام، فامیلی شما رو فراموش کردم. جعفری هستم. خانم جعفری، بله. خوبی؟ خوش آمدید. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. آقای جهان بخش قرار بوده برن از اینجا؟ من متخصص دندان هستم، خیلی در مورد آینده و پیشگویی و اینا اطلاعی ندارم. حالا بعد از خودشون بپرسید. آقای دکتر بیشتر. آقای دکتر جانم، شاید دیشب مونده، اگه نمیخوریم بریزم دور. خیلی متشکرم بزرگوار. حالا بفرمایید. با اجازه شما آقای دکتر. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر چای ببرم برای شما؟ از اونایی که میخوای بریزی دور؟ نه نمیخواد، من خودم میخورم. متشکرم. بفرمایید. فکر نمی کردم امروز بیاین سر کار. واقعیت اینه که من جیغر نبود بیام اینجا. چرا؟ چیزی شده بود؟ نه، حالا داستانش مفصله، بعدن بهتون میگم. ولی حالا اینجا هم دیگه. راستش من میخواستم یه چیزی بهتون بگم. بفهمم. من فهمیدم به خاطر من با پلیس تماس نگرفتین. ممنون که مراعات منو کردین. نه بابا، خواهش میکنم. ولی هرچی فکر کردم دیدم انصاف نیست. شما حق دارین از اون آدم شکایت کنین. من کاملا بهتون حق میدم. اونو که به موقع ازش شکایت میکنم آدم. فقط من نمیدونم شما برای چی با مسعود کنار میاد. میتونین به جای اینکه باش درگیر بشین، خب
مثلا ازش شکایت کنین. خودم از اینکه تو همچین شرایط بدی گیر کردم حالم خیلی بده. مسعود قاچاقچی آدمه، تو اون محل هر کی میخواد غیر قانونی از کشور خارج بشه میره سراغ مسعود. خب مسعود قراره برادر کوچیکترم حمیدو بفرسته آلمان یا یه جایی تو اروپا. غیر قانونی؟ بله، بهش پولم داده. اون وقت میدونه مسعود چجور آدمیه؟ هرچی بهش میگم گوشش بدهکار نیست، کلن بریده، فقط میخواد هر طور شده بره اونور. من خیلی نگرانشم، به اینجور آدم ها نمیشه اعتماد کرد، هر کاری بگین ازشون برمیاد. شما به برادرتون گفتین که تو گاراژ چه اتفاقی افتاده؟ نه، اگه پدر و برادرم بفهمن رفتم اونجا خیلی دلخور میشن. اصلا نمیخوام اونا رو درگیر مشکلات مدرسه بکنم. بله، ولی به نظر من راشی نیست که با اون کنار بیاین. اصلا راشی نیست. میگین چی کار کنم؟ نمیدونم. ساده تر راه اینه که بری ازش شکایت کنیم، پلیس میدونه با این آدما چجوری برخورد کنه. خب اون وقت حمید چی میشه؟ اون با کی بره؟ شما یعنی موافق رفتنمونی؟ موضوع همینه، وضعیت خیلی پیچیده است. هم دلم نمیخواد بره، هم نمیتونم اینجوری به در و دیوار زدنشو ببینم. میترسم اگه مسعود گیره پلیس بیفته حمید بزنه از راه کوه بیابون بره. اینجوری حداقل میدونم مسعود از یه راه امتری میبردش تا اینکه بخواد تنهایی بزنه به کوه و کمر. من واقعا نمیدونم، نمیدونم چجوری دارین به همچی آدمی اعتماد میکنی. شما فکر کردین قاچاق برای دیگه بهتر از اینه؟ نه، من اصلا دارم میفهم کنم چرا اینجوری باید بره. من و حمید هر روز سر این موضوع با هم دعوا داریم، تا حالا هم به جایی نرسیدیم. حمید رو یه بار لب مرز گرفتنش، دیپورتش کردن افغانستان، اقامتش هم تو ایران باطل کردن، الانم غیر قانونی اینجاست، هیچ حق و حقوقی هم نداره، نه در غربت دلم شاد و نه روی وطن دارم. حالا پدر مادر چی؟ اونا چی میگن؟ اونا هم نگرانشن، به خصوص مادرم که طاقت یه اتفاق بد دیگر رو نداره. اتفاق بد دیگه؟ برادر بزرگترم علیرضا رو که بهتون گفته بودم، همیشه آرزو داشت برگرده افغانستان، میگفت ما باید بریم کشورمون رو آباد کنیم. کلی فکرهای بزرگ تو سرش داشت، اینقدر اصرار کرد که بالاخره بابام اجازه داد بریم. منم میخواستم پاسپورتم بگیرم با هم رفتیم، ولی همه چی نابود شد. جلو چشم توی انفجار انتحاری کشته شد. متاسفم. میفهمم واقعا سخته. از یه جهت به حمید حق میدم، میگه وقتی نمیتونم برگردم کشور خودم چه فرقی داره کجا باشم. چی بگم آقا؟ حالا اونجا کسی هست که بره پیشش؟ برادرم حامد آلمانه، قرار شد هر کشوری که رسید بره دنبالش. همینجوری که خیلی بده که حامد نیست، حمیدم داره میره. آره، بچه آخر خونه است، مادرم خیلی بهش وابسته است، اگه خدای نکرده اتفاقی براش بیفته مادرم طاقت نمیاره. ببخشید من نمیدونم چی شد اینا رو به شما گفتم.
چه اشکالی داره با هم حرف زدیم؟ خوبه که با همه اینا شما مختارین هر کاری که صلاح میدونین انجام بدین. ببین من واقعا نمیخوام یه دغدغه جدید به زندگیتون اضافه کنم، ولی ماجرای محسود یه ذره فکرمو مشغول کرده. اون داره بچه ها رو از درس خوندن میندازه و این چیزی نیست که شما ازش بگذرین. گاهی وقتا فکر میکنم برای چی اینقدر برای مدرسه جوش میزنم؟ آخرش که چی؟ من متوجه منظورتون نمیشم. یعنی چی؟ چرا باید اینقدر برای نگه داشتن این مدرسه بجنگم؟ اینجا مال عارف بوده، حالا که دیگه عارف نیست. خب عارف نیست، خدا رحمتش کنه، شما که هستی؟ آره خب خودم هم فکر رو میکردم، فکر میکردم منم مثل عارفم، ولی حالا دیگه مطمئن نیستم. فکر میکنم بیشتر به خاطر خودم دارم به در دیوار میزنم، نگرانم نکنه بیکار بشم. اصلا به فرض که همین باشه، چه اشکالی داره؟ همه آدم ها همین هم تلاش میکنن که کار زندگیشون رو نگه دارن. آره ولی تا حالا فکر میکردم تلاشم به خاطر بچه هاست، ولی الان دیگه شک دارم اینطوری باشه. مطمئنین؟ اگه مطمئن نیستین به نظر من استعفا بدین برین همون کارگاه ساختمونی. چه اشکالی داره؟ اصلا همونجا حسابداری کنین، دو شیفته کار کنین که پول بیشتری هم در بیارین. ولی آدمای مفید این شکلی هن که تو این دنیا میخوان سهم خودشونو بردن، یه سهمی که به زندگیشون معنی بده. شما هم اگه اینجا موندی، اگه داری تلاش میکنی اون مدرسه رو سرپا نگه داری، به خاطر اینکه یه چیزی پیدا کردی که به زندگیت معنی میده. حالا اگه مدرسه بودی من بعدش موزمیتون میشم بیام اونجا حرف میزنم. شما که کارتون تو مدرسه تموم شد، خدافظی هم کردین، پس اگه میشه امروز نیایید، بهتر بچه ها اینطوری نبیننتون. چطوری؟ کبودی ها. آره باش، با اجازتون، خداحافظ. من از همون اول مطمئن بودم بابا امرایم سکته کرده. این پلیسا نمیدونم چرا دوست دارن همه چی رو جنایی کنن. آخر سرش ضربه دیده بود. خب بابا جان، خب اون ضربه که باعث مرگ نمیشه. دیدی که جواب پزشکی قانونی هم زده، سکته بوده. این نامه تاریخش کیه؟ اون که فرداست دیگه. بابا فردا بریم همه چی رو به نام بزنیم، تموم شه بره، خیالمون راحت بشه. اون وقت ببینم این علی جان اون پسرش دوباره میتونن بیان برای ما هارت و پورت کنن. بابا این سنده میگم این که مسکونیه، چجوری اجازه دادن این مدرسه بشه آخه؟ نمیدونم بابا. این علی جانم عقلش نرسید، اگه همون موقع این زمین رو رفته بود یه جا بالا شهر گرفته بود، میدونی الان چقدر اومد و رویم؟ چقدر الان این مال خوبی شده بود برای ما؟ آخه علی جان عقلش به این چیزا نمیرسه. اون وقتی اومد تو دم و دستگاه رحیم یه کارگر ساده بیشتر نبود. کارگر ساده؟ بابا جان ساده ماییم فعلا که همین کارگر ساده برای ما ادعای ریاست داره. بله دیگه، وقتی همین جوری مفت و مجانی براش موقعیت ایجاد میکنه میشه همین. الان هم باید حواسمون خیلی جمع باشه همین هم از دستمون نره. حالا چی بگم؟ من که میگم اول آخرش سهم بابا عزیزم میرسه به ما، مال ماه. فقط میترسم دیر به جمعیم، طفلی هرچی داره دستش در بیاره. حالا میگی چیکار کنیم؟ نمیدونم والا، من میگم یه حرکتی بزنیم، یه کاری بکنیم، مثلا بریم یه وکالت تام اختیار ازش بگیریم، این شرکت رو بزنیم به نام خودمون، خیالمون راحت باشه. باور کن اینجوری برای خودش هم بهتره، اینو پول از دستش در میارن، دوزارم کف دستش نمیذارن، ولی اینجوری حداقلش ما با پولش کار میکنیم، ماه به ماه بهش پول میدیم، تو سودمون باش سهیم میشیم، اصلا زن خواست براش زنم میگیریم که خوبه. خب بذار من یه جمع بزنم اینا رو ببینم جمعش چجوری میشه. الان زمینه اونجا اصلا متری چنده؟ خب نصف اینا که سهم بابا عزیزه، این هیچی هستن. خب پسر خوب، آقای حسابدار بگو ببینم
میخوام ببینم یعنی چجوری شما حساب کردی که نصف به نصف با ما شریک شدی الان. بابا جان که کاری نداره، الان طبق قانون ارث پدر بزرگ و برادر متوفا دقیقا مثل هم ارث میبرن. خب علی جان چی؟ علی جان چی؟ خب نصف اینایی که شما حساب کردی مال علی جانه، ما تو نصف دیگهش با هم دیگه شریک هستیم. حالیت شد؟ بابا به این پسر حساب کتاب یاد میدادی؟ بابا جان من، ما همین جوری رو هوا که نمیتونیم بدون سند و مدرک نصف مالمون رو بدیم بره. مالمون؟ این علی جان بدبخ هرچی داشت و نداشت اونجا تو افغانستان فروخت، اومد اینجا زد تو کار ساختمون، نصف اینا مال اونه. حالا ما تا اونجایی که یاد داریم علی جان هیچی نداشت، خدا بیامرز رحیم بهشون میرسون. بله الانم هیچ مدرکی نداره علی جان. خواهش میکنم شما صحبت نفرمایید، علی جان که نمیتونست که همه چی رو به اسم خودش بکنه که. آقا رحیم اومد یه دونه کاغذ برداشت با دستخط خودش اونجا زد به نام علی جان، پاشم امضا کرد، منم شاهدش بودم. آخه علی جان کی از ساختمون سازی سر در آورد که ما نفهمیدیم؟ بعدشم شما فکر میکنی با پول کی این کارو شروع کردن؟ با اون پولی که حاجی زمانی گذاشته بود برای من و رحیم. بله الانم این پول شده این ملک و املاک. خب شما که همه پولتو گرفتی رفتی که. کجا من پولمو گرفتم؟ ما چیزی نگرفتم. شهن داره خواست گذاشتن کف دستم، ما اومدیم تهران روزگار بگذرونیم، بقیهش هم که مون پیش رحیم. شما کل پولتو گرفتی رفتی همه رو به باد دادی. من برم نماز زورم بخونم. نماز؟ آنگه زور نیست شبه. لعنت بر شیطون. یه چهارم اموال؟ خب با یه چهارم اموال چی کار میشه کرد؟ هیچ کاری نمیشه کرد. تازه ما میخواییم ساخت و ساز کنیم؟ این همه با مامان و دایی در افتادیم برای یه چهارم اموال که یه چهارم اموال به اون برسه؟ من که به این علی جان هیچ اعتمادی ندارم. این حرفایی هم که بابا عزیز میزنه نمیدونم سهم داره و این چیزا اصلا معلومیست درست باشه غلط باشه، معلوم نیست توهماتش باشه. حواستون باشه قرصای بابا عزیز تموم شد، سر خود نگیرید ها. بیا اینم درستش کن. جان چی جور کنم برات فردا چاشت؟ هرچی دوست دارین. این پرده را چرا عوض کردی؟ اون را که تازه شوشته بودم. یه گلداره را زدم. ها
یه گل داره خوبیش هستم. خوبه. او را برای من میاری؟ میرا؟ خوبه که اینا را جمع کنی. دختر من، تو هنوز خیلی جوانی. روزگار روزای سخت رسید از سر تو میاره. قصه نخور.